اصلا در خلق مقاله هست میگویند اگر خواهش داشته باشی کاری نمیشدنی در دنیا نیست. سازوار گشتن به شاه جایزه بهره آنی که باوری به خود دارد، اراده کامل دارد و به دانش خود باوری قطعی و مستحکمی دارد، من فکر میکنم کار دشوار نیست. جوان تاجیک امروز یک چهره نمایان ساحه ورزشی جهان است. جوان تاجیک را امروز به حیث یک اختراعکار، به حیث یک نویسنده و شاعر مشهور روی دنیا میشناسند. پس چرا جوانان نتوانند به چنین شاه جایزه های بلند دست بیابند؟ آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی یک آزمونی بهاری است. دو سال است که در ماه دکبر به شهر دوشنبه، به پایتخت گلبدامان ما بهاری معنوی می بیارد. آزمونی جمهوری فروغ صبح دانایی برای کل جوانان کتابخوان و شعردان و شعرنویس یک تحفه ارزنده بود، بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان. یک چیزی که در سال دوم مرا بیشتر خرسند کرد این آن بود که پنجم نامینه به آزمونی واقعا هم خورشیدی ما به محفل شعر و شاعری ما وارد گردید که این نامینه شاعری بود و در این سال نسبت به سال گذشته فرقیت و برتریتش در آن بود که در گرد میز مذاکره و مصاحبه نه تنها آنان اشتراک داشتند که شعر از بر میکنند، بلکه آنان بودند که شعر بنویسند، یعنی دوام دهندگان همین پیراهه سبز تمدن جهانی ما. و من باوری دارم که این آزمون در سالهای آینده ادامه مییابد و ما میتوانیم چهره های نو به نو سخنور و سخندان را پیدا کنیم. خب رانوانا، شما باور داشتید به خود که در این آزمون غالبیت را به دست می آورید؟ محمد حجازی می گوید که برای هر یک شخص سه چیز اصلا مهم است. یکم استعداد، دویم استاد، سیوم باوری به خود. اگر باوری به خود نباشد، نه استاد کمک میکند نه استعداد. برای همین من گفته میتوانم که از بس که سال گذشته نیز در این جنبه من تجربه داشتم، باوری به خود داشتم که میتوانم از میان این اشتراکچیان به این مقام دست بیابم، لیک این برای من یک تحفه ناگهانی بود، چون در این آزمون، در آزمونی که سالی روان برگزار شد، نسبت به سال گذشته طلبگاران این بخش خیلی زیاد بودند، طلبگارانی که میخواستند در این بخش اشتراک کنند و دست بیابند و این از حریفان من گویا این ترس نبود، این یک مفتونی من بود با اون هم حریفانم که اینقدر از بر کردن، اینقدر خواندن. و من باوری دارم که هر یک شخصی که اراده قوی دارد نسبت به خود مطمئن است که همین به همین جایزه ها دست می‌یابد، حتما کامیاب خواهد شد.